مدرسه ما به بحث ما در ارتباط با توان و توان نویسی است. خب بنابرای کار از اونجا شروع شد که گفتیم که در درستان یه وقتهایی عبارتهایی به ما میدادن که ما اونها را به صورت خلاصه تر نوشیم. مثلا وقتی به ما میگفتن عبارت حرف به علاوه حرف به علاوه حرف بازم به علاوه حرف به همینجور بازم به علاوه حرف، خب صرف نظر از جوابش که میشود عدد 35 من کاری به جواب ندارم، جواب نمیدم. جواب هفت به علاوی هفت به علاوی هفت به علاوی هفت به علاوی هفت میشه 35. خب حالا ما این رو به نوعی خلاصه میکردیم و خلاصه کردن آن به این شکل بودش که میومدیم تعداد اینا رو میشمردیم، میگیم 1, 2, 3, 4, 5 هست. بعد میومدیم عدد 5 رو ضرب داره 7 میکردیم. این 5 نشانگر تعداد هست. خب حالا این 5 ضرب در 7 میشه نوعی خلاصه نویسی برای این عبارت گسترده تر. شما نگاه که این مجایه این مجایه میگیره از نظر خوندنش اینو بخونیم 7 به اضافه 7 به اضافه 7 به اضافه 7 به اضافه 7 اما اون سریع 5 ضرب در 7. از نظر به دست آوردن جواب اگه من میخوام به دست بیارم اگه اینو نداشت باشم باید این 7 تا 7 تا 14 تا 7 تا 21 و 7 تا 28 تا 28 تا 7 تا 35 تا در از این فوری بگیم 5 تا 35 تا همه این مزایا داره که ما وقتی یه عبارت را به صورت خلاصه می نویسیم برام جا کمتر می گیره، خوندنش راحت تره، به دست آوردن جوابش سریع تره و الی آخر. اما در بحث عبارت‌های تکراردار اگر عمل بین ما به جای علاوه عمل دیگه باشه که این قانون به درد نمی‌خوره، چرا که من الان اگه میخوام داشته باشم هفت ضرب در هفت اگه با هم مثل بالا بخوانیم 5 ضرب در هفت آیا این به درد می‌خوره؟ قطعا نه. چرا نه؟ چون الان من اگه پامین را زرد کنم این هفت هفته هم چه رو دار در سیدی که این پنج هفته هست یه پنج شد، یعنی من دوتش رو زرد کنم تازه دوتش اون هم موندن زرد کنم برای اون این بیشتر میشه. از بنابراین این پنج زرد در حق برای این عبارت مناسبت نداره و ما اگه بخیم اینجوری بنویسیمش اشتباه داره و دیگه این قانونی که ما با کار میکنیم مخصوص عمل جمع بود، عمل سر عمل بین اعداد ما سره. در عمل سر این نمیتونیم مثل جمع اقدام بکنیم. خب اگر عمل ما عمل سر باشه یه قانون جدید داریم به نام قانون توان و توان نویسی، قانون توان. قانون توان اینجوری میگه که شما وقتی که ضرب تکرار داشته باشید می توانید یکی از عددها را بنویسید و تعداد آنها را بشمرید و بالای آن و سهم متمایز به راست قرار بدید. به حالا این می خونیم هفت به توان پنج بریادش کنم هفت به توان پنج هفت به توان پنج در این باره این پنج ضرب در هفت پنج ضرب در هفت و هفت به توان پنج فرق میکنه که در اینجا به عدد هفت که زیر نوشته شده میگن پایه و عددی که بالا سر آن به متمایل به راست نوشته میشه میگن توان. حالا در بعضی کتابان نما هم میگن، در بعضی جاها هم میگن قوه هم میگن. این اسامی شده که کتاب ما کلمه توان رو بکار برده و اینم به خاطر این الان بسپرید اگر به ما گفتن مثلا عدد 2 به
این معنی دو ضرب بر پنج نداره. خب میدونید که این منو بگم این معنیم دو ضرب بر پنج، دو ضرب بر پنج شد ده. درست میدید این اصلش چی بوده؟ اصلش بوده دو ضرب، دو ضرب، دو ضرب، دو ضرب، یعنی دو را پنج بر پنج ضرب کردیم که ما به این شکل درش آوردیم. حالا اگه جواب این مراحل با درده اینجا این آبیگی دو ضرب بر پنج قبول، اما اینکه من اگر ما ضرب کنم میگیم دو تا چهار تا، دو چهار تا هشت تا، دو هشت تا شونزده تا، دو شونزده تا سی و دو تا، این سی و دویه. حالا اگه من میگم این دو پنج تا خب بعد چهار تا برابر سی و دو تا، پس میگیم دو یه برابر پنج حق نداره بگیم دو پنج تا، باید بگیم دو را پنج بار برابر ضرب میکنیم. این معنی توان و توان‌نویسی هستش. حالا اگر کتابی یه عدد یک عبارت تکرار بشه باز هم نمیگه. مثلا اگر من اینجا هم داشته باشم، اگر داشته باشم مثلا عبارت عددیه، اگر من داشته باشم عبارت عددیه مثلا دو ضرب بر مثلا پنج ضرب بر دوباره دو ضرب بر پنج دوباره داشته باشم دو ضرب بر پنج، و شما الان اینو مشاهده میکنید که دو ضرب بر پنج دار تکرار میشه. چند بار تکرار شده؟ سه بار. پس میتونید یه پرانتز بکنید تمام شده که الان بزنید سه، و حالا چون عقل عبارت دو ضرب بر پنج داره تکرار میشه، ما وقت میگیم یه دو ضرب بر پنج میذاریم داخل پرانتز، بلکه دو ضرب بر پنج به توان سه که مجددا اینجا به عقل سه میگیم توان، و به کل این پرانتز میگیم پایه. حالا اگر چنانچه به جای عدد حتی کلمات هم تکرار بشن، مثلا فرض کن که ما میبینیم کلمه فرض کن که زنه زنه در زنه زنه در بازم زنه، میتونیم بگیم برابر با پرانتز با کلمه زن به توان سه. یا مثلا من داشته باشم آه ضرب بر آه ضرب بر آ ضرب بر دوباره آ، خب آ را میزنم میگم یک دو سه چهار را در پس ضرب شده، پس میشه آه به توان چهار. قانون برحال توان نویسی و توان هستش. حالا برعکس توان نویسی گسترده نویسیه. گسترده نویسی به این شکل هستش که وقتی به من میگوین عدد سه به توان هفت، معنا و مفهوم آن اینه که عدد سه رو هفت بار بر خودش ضرب بکنیم، یعنی سه به توان هفت رو اینه گسترده بکنیم. ایش این طوری سه ضرب بر 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 و با هم ضرب بر سه، یک دو سه چهار پنج شش هفت. این بهش میگیم گسترده نویسی. حالا اگه ما از این به اینها برسیم گسترده نویسی، اگر از اینها به این برسیم میشه توان نویسی، خلاصه نویسی. خب این برحال مفاهیم اولیه از توانه. حالا ما در بحث توان و توان نویسی عددها را می‌بینیم به شکل توان داریم. مثلا فرض کنید عدد سی و دو را من می‌دم سی و دو را بسید یه عدد تواندار داریم. خب برای این منظور عدد سی و دو را می‌بینیم تجزیه می‌کنیم. خب من تجزیه کنم سی و دو را بخوام تجزیه کنم میشه حتما چهار هشتا دیگه، هشت چهار میشه دو، دوتا که دوها اولن هشتن میشه
دو چهار تا که دو عربه، چهار هم دوارانش دو دوتا تا دو عربه. حالا من اگه بخواستم این را تا فصل پنج بریسم نونیم یک دو سه چهار پنج رو در من زرد میکنیم. این دو زرد برد دو زرد برد دو زرد برد دو زرد برد دو پنج تسیده. حالا چون پنج در من زرد این دو دوانه یعنی سی و دو اما با دو دوان پنج برابرند. خب اینه بشکریم تبدیل یه عدد به یه عدد تواندار. حالا اگر مثلا من گفتن عدد صد را به صورت توان بنویسید، خب صد به صورت توان میشود دو به توان دو ضرب پنج هم به توان. این تبدیل عدد صد به صورت توان داره. حالا یکی میگه آقا چون دو به توان دو پنج به توان داره از کجا آوردی؟ بله من سریع تو ذهنم عدد صد را تجزیه کردم شد ده ده تا. این ده شد دو پنج تا، این هم شد دو پنج تا. این دو اول این هم دو اول قرار با من ضرب شد. خود دو تا دو داریم که دو به توان داریم. بعد دو تا هم پنج داریم میشه پنج به توان داریم. و ما یه عدد معمولی را اینجوری به صورت عدد تواندار در میاریم. خب این برای توان‌نویسی هست. و اما محاسبه توان‌ها، من این الان خیال بنده راحت بکنم که برای محاسبه توان‌ها هیچ قانون مستقیمی وجود ندارد که شما بتونید یه بار جواب یک عبارت تواندار بدید. بله تکرار کنم، هیچ قانونی وجود ندارد که شما بتوانید جواب یک عدد تواندار را مستقیم بدید. مثلا اگر من بدن عدد فرض کنید که هفت به توان سه برابر چنده، قانونی که من یک بار بگم هفت به توان سه چنده نداره، قانون وجود نداره. تنها راهی تو بید اینو اول گسترده بکنید، بعد عملیات ضرب انجام بدید، بعد جوابش را این انتخاب کنید. خب گستردگی چون توان سه یعنی هفت و سه بار در خواب ضرب بکنید اینها. حالا برای ضربی میگیم هر هفت تا میشه چهل و نه، چهل و نه را ضرب در اون هفت آخری میکنید با هفت و تا شصت و سه تا دارم شیش، چهار هفت تا بیست و هشت تا شیش تا سی و چهار، جواب سیصد و چهل و سه. پس هفت توان سه برابر با سیصد و چهل و سه است. بله شما برای به دست آوردن یه عدد توان دار باید چیزی گسترده شده بود. حالا یکی از مثلا قدرت انجام عملیات ذهنش داره این نداره به این که شما بگید مثلا قانونی وجود داشته باشه که من هفت توان سه را به دست میارم، مستقیم وجود نداره قانون. مثلا اگر من بگم عدد دو به توان ده چنده، من میگم برابر با هزار و بیست و چهار. به این هزار و بیست و چهار نمیگه قانونی داشتم که داشت کردم، فقط من حفظش کردم سال به سال با این کار کردم، میدانم که دو به توان ده چه هزار و بیست و چهار. حالا تو که نمیدانی راه چیه؟ راه چیه که بینی عدد دو به توان ده رو باید دست بیاریم، برید چهر نویس عدد دو را ده بار به تعداد توان در خود ضرب کنید. این دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هفت بار، هشت بار، نه بار، این هم ده بار. حالا قرار اینکه ضرب سریع تر باشه دو تا دو تا در هم ضرب کنید. خب میگیم دو دو تا چهار، دو دو تا چهار، دو دو تا چهار، دو دو تا چهار تا، دو دو تا چهار. حالا دوباره دو تا در هم ضرب کن، خب این چهار تا هم میشه شونزده، این چهار تا هم شونزده، کنم این چهار تا دیگه. حالا بعدش این شونزده را ضرب در شونزده کن که دوتاییه، شونزده را در شونزده کن، جوابش ضرب در اون چهار آخری که من اگه شونزده را ضرب در شونزده بکنم
میشه 256. حالا 256 برابر 4 آخری بکنیم. 256 برابر 4، 4 6 تا 24 دارم، 2 5 تا 10 دارم، 2 تا 12 دارم، 1 5 4 تا 8 دارم. نه دکتر، 4 تا 8 دارم، 2 تا 10 دارم، میشه 1024 من دست بودم. پس بنابراین شما اگر میخوایم جوابی عبارت زماندار به دست بیارید، گفتم که هیچ قانون مستقیمی وجود نداره. تنها راهی که ببینید به تعداد در واقع گفته شده عدد رو در خودش ضرب بکنید، به طور تو ضرب بکنید تا به جواب اون عبارت برسید. خب این هم از این مطلب هم به دست آوردن یه عدد تواندار. حالا اگر بگاهی یه عدد تواندار یک عبارت تمام دارم بدن همینجوره. مثلا اگر من بگم عدد 3 به توان 4 منهای عدد 5 به توان 2 را به دست بیارم، خب ما عدد بعدیم 3 به توان 4 را جداگانه به دست بیاریم، بداریم اینجور منها بداریم، این هم به دست بیاریم، بداریم اینجور و بعد جواب آخر بدیم. خب من که عدد 3 به توان 4 بلد نیستم، نمیدونم چی میشه جواب بشه، چیکار کنم؟ چون توان 4 از 3 را پیچه 200 سب 4 را بعد را زر میکنیم. خب چون 4 باره جواب این تا میشه 9، جواب این هم میشه 2. حالا این 2 را با این 9 را هم زر میکنیم، میشه 8 تا 1. بعد به جای 3 را توان 4 را بریم 8 تا 1. الان که به نشان که من نمیشتم، حالا 5 به توان 2 هم یعنی 5 زر بعد، چون دو توه چه 25 مستقیما میذارم 25. حالا 8 تا 1 بلای 25، 8 تا 1 25 تارش برداریم، این میشه 7، این میشه 11، این میشه 6، این میشه 5. پس 56 مقدار این عبارت، این طرز به دست آوردن مقدار یک عبارت در اعداد تواندار. خب در ارتباط توان اولا اینها یه چیزای اینجوریه رو من اشاره بکنم. یکی از این موضوعات اینه، اگه من داشتم عدد آ به توان 4 یعنی چه؟ معنی چیه؟ درسته؟ درسته؟ یعنی باید آ را 4 را در خودش ضرب کنیم، چون توان 4 پایه 4 را، یعنی آ را ضرب در آ را ضرب در آ را ضرب در. حالا جواب چی میشه؟ میگیم اصلی بین داره که آ چند باشه، مقدار عدید عبارت های جمعی پس 3. میگه من کار دارم، من نمیدونم آ چنده که من بگم جواب چند میشه. شما اول آ را مثلا 3 بگیری، 2 بگیری، 7 بگیری، خب اگه 7 باشه باید 7 و 4 را در خود زن دیگه من نمیدونم. حالا اگه من داشتم عدد 3 به توان 1 این برابر راست یه خالی، یعنی اگر یه عدد توانش یکه یعنی یه دونسه، اگر توانش دوه یعنی دو دونسه. اینجوری میسید آره این دوتا شد دیگه، خان توانش یکی یه دونه، توان دوی دوتاست. اگر من دارم سه به توانسه باید سه دونسه به من اینجوری میسن. اگر من دارم سه به توانسه باید سه را 4 بار اینجا بنویسن. این معنی توان بوده. پس اگر عدد توانش یک یعنی یک و اگر توان نداشت یعنی توانش یک بوده، اگر توان نداشت یعنی توانش یک بوده. برای حالا مثلا این که من دارم میگم سوال برای بچه هاست، من دارم میگنم دارم میفرستم. وقتی مثلا من میگم عدد تمام عدد مثلا فرض کن که 20 را به صورت تماندار بنویس، خب من 20 را باید تجزیهش بکنم، میشه 5 4 تا 5 اول 4 میشه 2 2 تا، خب 2 تا 2 شد، بعد میگیم 2 به توان 2 ضرب 5 چند تا درست شده؟ یکی میگیم 5 خالی یا 5 به توان 1 یا 5 خالی
یا بند به زبان نمی چه که به حروفات مشهور نکن عزیزم این هم خیال هده من چطور را بندن وقت اینجوری میکنی من مجبورم که این چپ ها را بندن که دیگه شما نتونی پیام بدید این ضرر خودتونه که من دارم میگم که دارم من چطور باز میزنم اگه یه وقتی سآلی برای سآل بکنید شما نشستید پیام های عدتی میبرسید بایدی وقت خود طلب نکن برای هم سرگرد عدتی نکن دیگه خب این شد تمام نویسی خب حالا یه موضوعی که پیشنیاد داره در کارهای تمام نویسی من میخوام به یه نکته نتیجه مهم برسم شما هم برسید بلا اگر من داشتم عدد 2 به توان 5 این 2 به توان 5 برای چیست؟ خود 2 به توان 5 من باید برم 2 را زر بدن 2 بکنم 5 بار خب این به تا میشه 4 این هم میشه 4 و 4 بار 16 بدن 2 میشه 30 بار 2 بعد 2 به توان 5 میشه برابر با 30 بار 2 حالا من میگوزم 2 به توان 4 برابر چند است خب قطعا 2 به توان 4 من بردارم 2 را به تعداد 4 برابر با زر کنم که 2 به توان 4 میشه 4 حالا 4 میشه 16 خوبه؟ درسته؟ حالا اینجا من یک عدد توانگاه دیگه می‌نویسم این بار می‌نویسم 3 به توان 4 این 3 به توان 4 یعنی 3 ضرب بر 3 ضرب بر 3 ضرب بر 1 3 دیگه این میشه 9 و 8 و 1 اگر می‌نویسم 3 به توان 3 یعنی 3 بار 3 1 بار 2 بار 3 که جواب میشه 9 ضرب بر 3 میشه 7 خوبه این ها رو نگاه کنیم حالا من یه سوال دارم اینجا توانش 4 بوده جواب شده 8 تا 1 اینجا توانش من 1 رو چند کردم شد 3 جواب میشه 27 توان من 1 رو 5 کردم چهار 3 اندامان از 8 تا 1 شد 27 چه اتفاق افتاده؟ این عدد تقسیم بر 3 شده اگه من 8 تا 1 تقسیم بر 3 بکنم 2 3 تا 6 تا باقی مونده 2 7 3 تا 21 بار میتونی سر اینجا توان 5 بوده شده 32 توان من یه دوی کم کردن 32 چه اتفاقی را شده تقسیم بر 2 شده یعنی وقتی کارون من 2 توانش هرچی باشه یه دوی کم کردی جواب این تقسیم بر 2 شده کردی اگر 2 به توان 10 من الان بگیرم میشه 1024 اگر من توان این 1 رو کم کردم بگیرم 2 به توان 9 دیگه نمیخواد 9 را به 10 بزرگ کنی این تقسیم بر 2 چون پایش 2 چون پایی هر دو 2 پایی هر دو 2 توان ما اول 1 کم شده این عدد تقسیم بر 2 میشه میشه جواب این توان حالا اگه من توان یه دونه دیگه کمتر کردم 2 به توان 9 کردم 2 به توان 8 512 تقسیم بر 2 میشه 256 اگر عدد 3 به توان 6 برابر آره دیگه آره 729 باشد 3 به توان 6 تقسیم 29 اگه من توانی یه دونه کم کردن 3 به توان 5
چون پاهای من سه بوده تمامی کم شده این عدد تقسیم بر سه می شود، این عدد تقسیم بر سه می شود، تقسیم بر سه چی که دیویست رو چرا؟ سه. دوباره تمام من یک دونه کم می کنم، سه تمام من می کنم سه تمام چهار، چون تمام عدد من یکی کم کردم این تقسیم بر سه می شود شهر دار یک. حالا اگه پایی من پنج باشه تقسیم بر پنج میشه، پایی من ده باشه تقسیم بر پنج میشه، پایی من شش باشه تقسیم بر شش میشه. خب اگه این نقطه را یاد گرفتید بذار دنبال بکنم اینجا رو. بعد نگاه کنید اینجا من دارم دو به بقال بقال شده سی و دو، توان یکی کم کردم شد دو به توان چهار. خب پس این سی و دو تقسیم بر دو میشه چی؟ چون پایی دو. اگه من توانم یه دونه کم کردم نمیشتم دو به توان سه، چهار بودن به سه، این عدد تقسیم بر دو میشه میشود هشت. حالا تو خود دو سه بار در ضرب کن، دو را ضرب در دو کن، ضرب در دو خود دو تا چهار، چهار ضرب در دو هشت، درسته؟ حالا اگه من توان دارم یه دونه کم کنم دو به توان دو، حتما این هشت تقسیم بر دو میشه چهار. حالا بعد هم میگه آقا این دیگه نمیخواد تقسیم کنیم دو به دو دو بگیم دو به دو دو، خیلی هم درسته. بدی من ادامه شکار دارم باید بله. اگه من توان یه دونه کم کنم بگم دو به توان یک، دو به توان یک. حالا دو من بگم چهار تا تقسیم بر دو کنم، آیا دو به توان یک برای دو به یک؟ حالا اگه من توان یه دونه کم کنم دو میشه، اگه من از یه دیگه کم کنم چی؟ سه. دو به توانه؟ آره این داشت داری من مهمه دو به توانه سه برای پنجه. اون دیگه کنیم دو به برای برای کنیم، اینجا رو کنیم دو به سه برای برای کنیم، اینجا رو کنیم دو به برای برای کنیم، اینجا رو کنیم چند برای برای کنیم، نمیشه. پس میگیم از اون قانون بریم، از اون قانون که من وقتی توان یکی کم کردن این عدد تقسیم بر دو میشد، دو تقسیم بر دو میشه. پس میگید دو به توان سه برابر یک هست. او هم در دارو میدن سه به توان چهار هشتاد یک بود، توان یکی کم کردن هشتاد یکی تقسیم بر سه کردن، دوباره توان یکی دونه کم میکنن که سه به توان دو، در عوض اینو تقسیم بر سه میکنن بیست هر تقسیم بر سه میشه نه، و دوباره توانی من بدون کم می کنم سه به توان دو تا بشه سه به توان یک. اصلا من نمیگم سه به توان یک چنده، اینو تقسیم بر سه می کنیم، نه تقسیم بر سه میشه سه. و دوباره توانی من بدون کم می کنم اگر از یک یکی کم کنیم میشه سه، نمیدونم چنده، اینو تقسیم بر سه می کنم میشه یک. نتیجه نتیجه گیری ما عدد دو به توان سه شد یک، سه به توان سه هم شد یک. پس نتیجه میگیریم که هر عددی به توان سه برابر یک است. اگر شما گفتن عدد فرات منفی دو به توان سه برابر چیه؟ خود شرط نداره، اون برابر یک. اگر به شما گفتن کسر سه هفتا تو پرانتز به توان سه برابر چیه؟ دو برابر یک. برای یادداشت بکنید هر عدد به توان صفر برابر با یک است، هر عدد به توان صفر برابر با یک است. اولا قرآن یه عبارت به ما دادن، گفتن محاسبه بکن، برای نامه به ما میگن که عبارت دو به توان سه برابره پرانتز هفت ضرب بر پنج به توان دو پرانتز بسته به توان سه. گفت این حساب کتاب خب اولا دو
dove la vuole seguire, dove sarà da posarmi, e allora dove sa che già la vuole in ciò da tasso in da nasce ma la vuole in sana ora ora mi ha parlato tu parlato su della sione o tu parlato su quanto ma della sione a parte di sana parola della sione ma la sione o pange le parole poi in pange dai dai pange non ci visto pange. Allora, bisa panggil ada hak itu ni. Bisa panggil ada hak, misalnya, sebab apa orang? Kalau sebab apa orang kita manusia? Kemudian kita tinggi ada kita manusia, mesti ye. Apalagi sebab apa orang kita manusia sebab dari ye. Orang harus kembali dalam kita dalam mu, mungkin nak kembali. و حالا من اینو بگم که از مواردن اگر شما میخواید جوابی همچین قراری به دست دارید این کارهای سامنه من اضافه بود یعنی لازم نیست که پنج به قراری به دست بیاری و از در در حق کنید تا به چیز رو افتاد پنج این سر افتاد پنج به توانسته وقتی دیدی پرانتز به توانسته کنید این پرانتز ارزش یک پیدا میکنه دو به توانسته رو به دست بیار بره با یک کنون جوابش مستقیم به دست بیار این روش برها به دست آوردن ها و توانسته که میخواستم امروز بتون بگم حالا هر این وقتا میگن ها توانایی یه چیزی توان منفی هست توانایی کسبی هست مثلا من اگه داشته باشم عدد دو توان چهار یعنی دو را بریم چهار را در پاس عرض کنیم بلی اگر به من گفت عدد دو به توان منفی چهار چی؟ آیا منفی چهار به را بشون میده؟ تو عدد سهی را بده؟ این عدد منفی تعداد نشون نمیدن؟ پس اینجا این معنی را نداره که ما دو را بریم چهار را در پاس عرض کنیم آخه چهار نیست و عدد منفی عدد توان دارد که توانش منفیه این یکی رو تو نمیتونی عدم بیدی دو رو تعداد در پسر کنی یعنی اینکه عدد چهار تعدادشون منفی چهار تعدادشون نمیده پس این معنی نداره که دو رو تعداد در پسر کنی خب حالا دستیاری برای توان منفی وجود داره که من فقط اشاره میکنم تو کتاب انسان نیست اگر توان منفی رو میخواد به دست بیاری قانونش اینه بی پاور معکوس بکنی چی یک دو دو را معکوس بکنی چی یک دو حالا توان شد کنی مستر بعد حالا بری یک دو به توان چهار بری حساب کنی یک دو را چهار با دست زرد جواب این به دست بیاری یعنی توان این رو میگی برای برای یک دو کام سر بدن یک دو کام سر بدن یک دو کام سر بدن یک دو کام که میشه رفت یک شونزان این یک شونزان جواب دو توان منفی چهار یعنی معدار این توان شد منفی را ما مستقیما نمیتونیم به دست بیاریم چرا؟ چون منفی تعداد را نشان نمیدهد ما فقط اعدادی رو میتونیم حساب کنیم که توان آنها به عدد حسابی باشد اعداد حسابی هم که یاد کنه چهار سه یک دو سه چهار پنج تا الی اگر توان اینها باشه توان این دست از اعداد باشه ما میتونیم حسابش بکنیم و جمعا اگه توان شد منفی توان شد کسری قابل حساب کردن مستقیم نیست باید تغییرات داشته باشه یه قانون های توانی رسیم دستوراتی که برای بچه ها سوال میشید خب حالا در آقا با محاسبات من یه نقطه رو بگم و به این سوال کتاب شما در بحث محاسبات یاد بود پس های قبل اولویت بندی می کردیم اولویت بندی ها چی بود؟ یک پرانتز دو ضرب و تقسیم سه جمع و تعدیل این اولویت بندی در محاسبات بود به خاطر داری این رو بکنید
میبوده اوه اینکه اول با فرانسس بود بعدش زهر و تقسیم بود بعدش زهر و تقسیم بود. حالا ما باید برای بعد اول که فرانسس بود بهش توان هم اضافه میکنیم. یعنی اگه یه اول توان دارم توان نقش فرانسس داره توان نقش یعنی اولویت اول فرانسس ها مطابق فرانسس به توان در یه درجه هستن. مثلا اگه من داشتم اول مثلا دو به توان پنج ضرب عدد هفت منای عدد صد اینجا حق ندارم بگم اولویت با فرانسس فرانسس ها ندارم اولویت با ضرب نمیتونم دو ضرب عدد هفت کنم. اول باید دو به توان پنج به دست بیاریم زرد و هفت منای سرد تو وقت اولویت که با زرد دو توان پنج سی و دو ها یعنی این عبارت دو میشه میشه سی و دو زرد و هفت منای سرد دو توان پنج سی و دو. پس این عبارت من تحقیم شد این عبارت داری این عبارت داری بارا تحت تحقیم اول فرانسس فرانسس نداره زرد و تقسیم تقسیم نداره داری قسمتش زرد این زرد رو انجام میدیم آخر کار جواب رو دستن به نرسن بگیم به جواب آخر دست میدیش پر ترکیب بندی اون رو در کار رو در کنیم فرانتز به توان در یه در دستن یعنی اگه عبارت توان داشت فرانتز توان نقش فرانتز داره. حالا اگر کنم فرانتز داشت برم توان خب مثلا روان کنیم میگویم میگویم عدد سه به توان چهار منهای پرانتز دو ضرب مثلا هفت به توان دو اینه من در تو حساب کنم بگیم اولویت به پرانتز پرانتز یه دیگه مطلب تو پرانتز که ما میریم دوباره توان پس هر توان به دست بیاد تا بتونیم پرانتز به دست بیاریم تا زمانی که هفت به توان به دست میاریم من نمیتونم جوابی به دست بیارم. پس اول این حرف رو به تمام دور حساب میکنیم که حرف زرد در حرف میشه چرا؟ حالا چرا دور زرد در دو میکنیم میشه نبه هشت این جواب برد نیست. حالا سه به تمام شد هم به دست میگنیم اگه از حقه سه به تمام شد به دست میگنیم چکاره بشه این هم خود نقشی پرانتز دادیه یعنی یه پرانتز میگن یه پرانتز سه به تمام شد یه پرانتز میگن یه پرانتز خب این سه به تمام شد به دست میگنیم شش کاریه منام داریم حالا چه دو زرد در دو میشه نه دو هشت تلافت نمه هشت میزنم حالا هشت دو نمه 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 هشت علامت خودتر منفی منفی میزنه چون با خلقه علامت هستن اینا رو اصلا کم میکنیم چه منفی هفته این مقدار عبارت توان داره در حالت ها اعداد منفی اشاره نکردم اینم اشاره بکنم و تمام اعداد منفی هم مثل اعداد مثبته مثلا اگر ما آوردن پرانتز منفی سه پرانتز بسته به توان پنج یعنی اعداد منفی سه که پایان هستش رو سه ضرب کنیم بنویسیم چی؟ منفی سه ضرب دوباره منفی سه چرا ضرب پرانتز میگرم؟ بخاطر اینکه منفی ضرب قاطی نشن چرا ضرب نشن؟ علامت ضرب قاطی شدن این هم به ذریع اشکال داره دوباره هر بدر منفی سی دوباره هر بدر منفی سی این یه بار دو بار سه بار چهار بار یه بار دیگه منفی سی پس عدد منفی اگر به توان رسید پایه منفی را باید به تعداد که گفته در خود زرد قواعد من یکی دو تا توان منفی حساب بکنم بله اگه من داشتم پرانتز باز منفی دو به توان پنج این چه منفی دو؟ ضرب دوباره منفی دو دوباره منفی دو یه بار دیگه منفی دو و یه بار دیگه هم منفی دو یک دو سه چهار پنج جواب شما دست بده جواب این دوتا منفی در منفی میشه مثبت چهار این هم منفی در منفی میشه مثبت چهار خب حالا جواب این کار به دست دارم این به دست دارم اون مونده نیست جواب این هم میشه
ماست 16 ماست 16 در منفی 2 ضرب کنن جواب میشه منفی 32. حالا اگه من داشته باشم پرانتز منفی 2 به تبع 4، خب این منفی 2 به تبع 4 یعنی چی؟ یعنی منفی 2 ضرب در منفی 2 ضرب در منفی 2 ضرب در منفی 2. خب حالا جوابی این دو تا میشه 4 مثبت، این دو تا میشه 4 مثبت، 4 مثبت ضرب در 4 مثبت میشه مثبت 16. اگه من داشتم منفی 2 به تبار 3 میشه منفی 2 ضرب در منفی 2 ضرب در منفی 2 که جواب اینا میشه مثبت 4، مثبت 4 ضرب در منفی 2 میشه منفی 8. اگه من داشتم منفی 2 به تبار 2 میشه منفی 2 ضرب در منفی 2 که منفی در منفی میشه مثبت، چون مثبت 4. برای دقت کنید در جواب بالایی شده منفی سیب رو، این شده مثبت، این شده منفی، یعنی توانای منفی اگر توانش زوج باشد جوابشون یه عدد مثبت اگر تواناشون عدد فرد باشه جوابشون منفی در میاد. اعداد منفی به توان فرد جوابشون منفیه، اعداد منفی به توان زوج جوابشون مثبت است. اینجا معنی توان نشون میده. شما وقتی که یه عدد منفی رو به توان قرار بذارید باید داخل پرانتز باشه، چون اگر شما یه عدد منفی رو داخل پرانتز نذارید معناش فرق میکنه. دقت بفرمایید که من الان این رو هم بگم و این رو بیرونی نگاه کن. اگر من بنویسم اینجا، ببینید من بنویسم منفی 3 به توان یکی دیگر میزن پرانتز منفی 3 پرانتز دسته به توان ده، آیا میدانید اینا کاملا متفاوتن؟ الان از نظر خوندن اینجوری میخونی، نگاه کن اینو میخونی منفی کاملا میزنن 3 به توان 2، اما اینش میخوریمش منفی 3 کاما به توان 2. بخواه جا بگیر این کاما چه به نقش داره، این کاما بین منفی به 3 قرار بده، این کاما به بعد 3 قرار بده. برای وقتی به ما میگه منفی 3 کاما یک مکس کنید، تو فارسی خوندی کاما معنی مکس داره، دوی منفی 3 به توان 2 میشه. اما وقتی بگوییم منفیه، منفی بذاریم مکس میکنیم 3 به توان 2، 3 به توان 2. یعنی الان شما اگه جواب بالایی که به دست بیاریم جوابش میشه منفی، حالا 3 به توان 2، 3 رو باید برگذر، اما اگه اینو به دست بیاریم باید این منفی سه ضرب در منفی 3 که جواب این چون باست داره. پرانتز چقدر نقش داره، او پرانتز داره جواب منفی داره ولی پرانتز داره جواب مثبت داره. پس اگه یه عدد منفی به صورت تواندار داشتی پرانتزش خیلی هم داره، حتما باید بذاریم. دو گونه از اعداد اگه پرانتزشون برداریم یا بذاریم خیلی متفاوتن، یکی اعداد منفی، یکی هم کسرها. کسر نمیتونه. شما وقتی مثلا میگید که
باقی که مثلاً میگید کسره، کسره مثلا میگید که سه هفتان به طبان یه شده با پرانتز میگید پرانتز سه هفتان که پرانتز به طبان جمعه اینا رو کاملاً متفاوت هستن. بالایی جوابش میشه نو هفتان که نو هفتان یه کسر بیشتر از باره، اما نوعی که پرانتز داره جواب آن میشه وقتی نو چلو نو هم. یعنی توان هم ماره وقتی پرانتز داره هم ماره سه هم ماره هفته توان سه، سه به پرانتز میشه نو، هفته پرانتز میشه چلو. حالا چلو نو، نو چلو نو هم کسری کوچکتر از باره، او بیشتر از باره یک کمتر از باره، تا اینا با هم برابر نیستن دیگه. و اعداد کسری هم شما وقتی میخواد توان را بنویسید حتما باید اگه پرانتز لازم داره پرانتزشو بزنید، مگه خودش نداشته باشه، نداشته باشه یعنی نمیخواست دیگه بیر اگه گذاشته که باید در ادامه بنویسید هم بزنید اگه لازم شد. خب این نکات رو روغن داشته باشید تا انشاءالله بعدا مطالب بیشتری رو بگیم. حالا کتاباتون رو باز بکنید تا دنبال بکنید این بحث کتاب رو. خب بحث کتاب فکر میکنم باید صفحه 85 سوال شماره 2 رو بگیم دیگه. صفحه 85 سوال شماره 2 سوال شماره 2 گفته عددهای زیرا مانند نمونه تجزیه کنید و به صورت تواندار بنویسید. یه نمونه رو خودش تجزیه کرده، ببینید 36 رو تجزیه کرده ببینیدش، بله شده 6 تا، و شده 2 تا، اون هم شده 2 تا. پر تعداد دوها دوتاست، تعداد سیان هم دوتا که نوشته 2 به توان 2 ضرب 3 به توان 2. خب حالا بعدیش رو عارف به ما میگه. فریدی من میکروفون رو باز کردم، پاسخ ما رو بده. 144 رو میخواییم به شکل تواندار بنویسیم، چیکار باید بکنیم عارف؟ شکاری امیر حسین، امیر حسین بله، امیر حسین صدا دارم خوبه بفرما. آقا سوال 2 بخونیم؟ بله سوال 2 144 رو بخونیم، تجزیه بکنیم به صورت تواندار رو بعد چه کار بکنیم؟ آقا واسه 2 تا 12 می‌نویسیم 4 و 3، بعد 4 هم 2 تا 2، واسه 4 چه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 3، آفرین میشه 2 به توان 4 ضرب در 3 به توان 2. آفرین، باریکلا، عالی بود، خیلی خیلی خوب، ممنون، احسن، دست در ممنون، احسن. متوجه شدن در
امیر حسین به خوبی رو ما گفتش که 144 رو میخوایم تجزیه بکنیم. من الان تحت میرسم برای اونه که برای بقیه امیر حسین متوجه نشدن. امیر حسین درست گفت. بعد 3 رو 44 رو من تجزیه میکنم براتون. این مجموع به فصل 5 بوده ها. 140 خود کتاب اومده دوازده رو واسه ما نوشته. امیر حسین گفتش که این دوازده رو تقسیم میکنیم به دوتا، چهار ضرب بر سه، سه عدد اول، چهارش میشه دو ضرب بر دو که دو آخر عدد اول. دوباره شاخه میبریم میشه سه ضرب بر چهار، سه عدد اول، چهاره میشه دو ضرب بر دو، دو هم اول. حالا وقتی من تانسل چهار رو میسن میگیم برابر با تعداد دعا یک دو سه چهار هست مستقیما میگیم سه به توان چهار قبول ضرب در تعداد سه هم دو تاست که دو سه به توان حالا شما اگر اول ضربش رو میسید بعد تبدیل شد که باز عیب نداره یعنی میگید اینه برسید اینطوری دوی ضرب بدر دوی ضرب بدر دوی ضرب بدر دو بعد هم بیسی سه ضرب هسته خواهد تعداد دوها اینو چهار کنه این رو میگیم دو به توان چهار ضرب بدر میداریم تعداد سه ها دو تویه یه سه به توان ده همون جواب هست برجستن نمی کنه. و اما بعدیش بذار تا یکی دیگه را صدا بزنیم. امیر حسین پولادی امیر حسین بله بسیار خوب صدا داره هست عدد 200 را میخواییم به صورت تواندار را بنویسیم چکار بکنیم؟ آقا از اما بدهیم سآل کتاب داره جلو آره آقا سآل دو صفحه 85 دارم میگم خب سر 36 کتاب خودش تجزیه کرده و انجام داده 144 رو شکاری بود حالا نمونه 200 200 رو میخوایم تجزیه کنیم به صورت تواندار بنویسیمش بعد چه کار بکنیم؟ 200 میتونیم 200 بله تجزیه را بلد نیستی؟ امیر حسین انتظار بیشتر از داره شما اون آنها بالای تخته قبل این که بخوایی انجام بگیست 144 شکاری رو من بکنم برای تو تخته نوشتم حالا تو بخوای 200 تجزیه بگید بلد نیستی؟ چیزی یه متاسفی واقعا جناب پولادی من فکر نمی کردم اینطوری باشه باشی دیگه پولادی هیچ خب اجازه بید تا فروزنده ببینید اول پس فروزنده باشه بسید
آمادگیش داشته باشید وقتی که میکروفون تو فعال کردم صحبت بکنید. امیر حسین شما آواز کنید. آقا سلام، صدا میاد؟ بله عزیزم، صدا خوبه. آقا 200 10 ضرب در 20 بعد دار تجزیه میکنیم 5 ضرب در 2 خیلی خوبه. این آقا یه تمام آقا دوتاش عدد اوله 20 رو تجزیه میکنیم 10 ضرب در 2 عدد اوله میمونه، بعد 5 ضرب در 2 که میشه تجزیه 10، این هم تمام عدد اوله دوتاش میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 5 ضرب در 5 یا 2 به توان 3 ضرب در 5 به توان 2. کاملا درست بود. ولی شده خیلی خوبه. برای کسی که درس یاد گرفته یه همیشه پاسخگو از دیگه مثل امیر حسین پولادی نمونی که اونجا درس یاد گرفته تو فرمان تو فصل 5 الان از 6 بلدش نیست. خیلی خوبه. احسن. برای هر 100-200 را من تجزیه میکنم برای امیر حسین پولادی. تجزیه اینجوری بود که دو عدد رو نگاه بکنیم در هم ضرب کنیم میشه 200. بگیم 10 تا 20 تا درسته، 5 تا 40 تا درسته، 4 تا 50 تا درسته، هر چی بگیم درسته. همون وقتی که باسون رو من نویسن 10 تا 20 تا میشه 200. شاخه میگذاریم 10 میشه 2 تا 5 تا که دو اول 5 هم اول شاخه تموم میشه. اما شاخه کوبری 20ه. چی بگیم؟ 2 تا چی بگیم؟ 4 5 تا برای ضرب دو تا عدد میشه 20 دیگه. همون چیزی که پولادی گفت، چیز هاشمی گفت، گفت 2 تا این 2 تا برای اول در ما میشه 2 5 تا این 2 اول پنج تا اول. خب حالا به ما به گفتی باسوگی عدد 200 را میتونیم به چه صورت بنویسیم؟ بزنید که 200 برابر یک دو دو سه تا دو در هم ضرب کنیم، بعد یک دو پنج دو یک دو نه پنج در هم ضرب کنیم. حالا اگر یک خدا بکنیم تعداد دو ها سه تا است، بگیم دو به توان سه، تعداد پنج تا پنج دو تا است، این پنج به توان دو. خیلی خوب بود جناب قاسمی. آه خدا حافظ. احسن، خدا نگهدارتون. خب و اما بعدیش کورش اکبری. آقا سلام. سلام آقا. 35 آقا میخوایم تجزیه کنیم. بفرما. آقا 5 و 27. خب آقا 27 میشه 9 و 3. آقا 9 و 8 میشه 2 تا 3. خب آقا و 3 ضرب در 3 ضرب در 3 مساوی با 5، نه ضرب در 5 مساوی با 3 به توان 3 به توان 5 3 به توان 3 ضرب در ضرب در 5. احسن، خوبه خوبه، خیلی خوبه، ممنون. خب بعد خورش داره اینه که من 35 رو هم تجزیه بکنم. الان که من میبینم دو تا عدد کی در هم ضرب کنیم، خورش من دو تا این هم عدد هم میبینم، من نگاه را بکنم یکان میکنم، چون پنجه حتما یک درد شاخه ها میتونه پنج باشه. وقتی بکنم یکانش پنجه نه حتما درد بزیر دیگه، پر یک درد شاخه ها پنج میتونه باشه. حالا اون شاخه میگه 135 تقسیم بر پنج بودم، خارج قسمتش میشه شاخه دیگه که من میگذارم 2 و 5 تا درد ها 3 با میگذاره 5 بیارم 7 بخواه درد 5 تا 35 تا با میگذارم شسته پرکو شاخه برای میشه 20 تا 5 اوله حالا 27 میشه 9 3 تا 3 اوله 9 میشه 3 3 تا این 3 هم شده نفر. حالا این 135 تشکیل میشه از 3 تا 3 و 1 بوده 5 که میتونیم 135 رو بگیم برابر چیه؟ 3 تا 3 را مستقیما من میگم 3 به توان 3، 5 را 1 دونه است، بگیم 5 به توان 1 است یا 5 به خالص. حالا توان 1 بالایی که زمین نداری نداره. و اما سوال شماره 2، شماره 2 گفته کدام درست و کدام نادرست است. خب اول اول یکی یکی
من اینجا دامار مهرائی سبحان 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 خب سبحانم متاسفانه حالا من گفتم که من مجبورم اونجوری بگم حالا اینطور نیست سبحان دانشامون خیلی خوبیه ولی الان ارتباط برقرار نمیشه ولی من گفتم که کسانی که ارتباط برقرار نمیتونن بکنن من میگم دست بلد نیستم حالا شاید سبحان اینطوری نباشه انشالله که اینطور نیست ولی ما میخوایم که باید با ما ارتباط برقرار کنه سوالات ما رو پاسخ بده اینجوری نمیشه خب سبحان دیگه نشده دست کنه جلیلیان امیر رضا امیر رضا زن ما صداشو نداریم بازم همینطوری بعدم بازم تکرار میکنم کسانی که اعتبارشون برقرار نمیشه من میگم که درس بلد نیستم خلاصه اینجوری حواس باشه من اینجوری بدم مجبورم خب مهدی جعفری مهدی مهدی هم همینطور دیگه بود هست کنم چقدر بده اینطوری تعداد زیاد شده و شده اینطوری چکین خون چکین خون نیما فقط در این پیام های علیکی بپرسی لاغل یاد بگیر که چونی اعتماد برقرار بکنی صحبت بکنی دو جلس خواهیشی دیگه کنم از اون هایی که من نجو کنم مجبورم اینجوری بگم بگیم بگم گندم‌ریزی حسین گندم‌ریزی ما صدات نداریم گندم‌ریزی کیارش محمدی آفرینیت بله بله صدا خیلی عالی سال سوم دیگه بله سال سوم از سمت چپ گفته چهار به توان دو برابر با 64 درست گفتی یا نه چهار به توان دو آقا اشتباه بله اشتباه کاملا قبول میکنم بعد چند باشه یارش آقا باید 16 باشه آفرین باریکلا پس روی 4 64 خط بکشید اصلاحش بکنیم چون گفته که کدام درست کدام نادرست در صورت امکان موارد نادرست رو اصلاح بکنیم پس ما این اصلاح میتونیم به دو صورت بکنیم یارش چجوری میتونیم اصلاحش بکنیم آقا باید
قبلش بزنیم 16 رو بنویسیم 16. خب این یه راه راه دیگه شو کنیم. آقا ما راه دیگه شو راه دیگه شو من بگیم راه دیگه شو به جای توان دو هستا اگه تو توان سه بزنی را رو بزنی چهار هست که توان دوه بله تو به جای دو بزن سه تو بشه چهار به توان سه قاعدی که گذاشه چهار به توان سه برابر با شست چهار به زن میاد متوجه شده؟ بله خیلی خوب بود حالا دومی در خواهد بگو پنج به توان دو بگو آه پنج به توان دو ها نوشته برابر با پنج ضرب در دو درست نمیشته یا خراب؟ آه اشتباه اشتباه بارم اشتباه باید چه می‌نوشت؟ آقا باید بنویس باید بنویس پنج ضرب در پنج آفرین باری کرده بعد اون دوره رو خط بزنی به جاش بزنی پنج این دیگه با توان نمیشه اصلاح کرد اینجا این تغییر بده توان دو پنج هست رو بده تغییرش بید تا برابر پنج ضرب دو بشه نمیشه فقط اصلاح شده که اون دوه که در پنج ضرب شده رو بکنیش پنج که بشه پنج ضرب در پنج بعدی چی؟ آقا بعدیش دو سوم آقا درسته دو سوم ضرب در دو سوم کنید دو در دو ضرب و سه در سه ضرب ضرب که اساس صورت در صورت مخرج در مخرج دیگه که چهار همون درسته یه اصلاح هم نمیخواد بعدی چی؟ آقا بعدی نوع به توان اشتباه است بعد چه می نوشت؟ آقا باید بنویسه 81 آفرین درسته خب اینجا بله اگه ما نوع در نوع کنیم میشه 81 نمیشه اینجوره حالا اگه ما بگم توانش تغییر بدیم که بشه 18 نمیشه کارش کرد مگه اینکه بذار این نوع توان دو این نوعی بلاقی این رو خیلی خوب بود ولی کرد احسن خوبه مهم بدیم و اما یکی دیگه سوال قسمت بعدی رو افتخاری نژاد پویا سلام استاد سلام استاد یک سوم به توان چهار مخالی با چهار و هشت دایی بگیم بگیم بله بله اصلا الان درست یا خواهد؟ استاد این نادرسته نادرسته بعد چه می نوشت؟ بعد استاد یک سوم به توان چهار چون به توان چهار باید یک چهار تا یک سوم بنوشت که می شد یک هشت دایی کن آفرین بعد چهار صورت میشه یک بله چون اگه ما یک بابا وقتی میگه یک سوم به توان چهار یعنی یک و چهار بار ضرب کنیم سه هم چهار بار خود اگه یک و چهار بار ضرب کنیم خب برابر یک میشه خب برابر چهار نمیشه خوبه حالا یه چیزی من بهت بگم به بدنم بگم گوش بدید تنها عددی که هر توانی بهش بدید فرقی به حالش نمی کنه عدد یک عدد یک توان سهش بده توان دهش بده توان پندش بده توان سهش بده هر توانی بهش بدی جوابش یک در میاد ولی بقیه عدد ها اگه توانی بذاشی توان رو به تحقیق بده جواب یکی در نمیاد منظورم اینه اتفاقی منظورم اینه که شما مثلا دارید عدد تواندار یک به توان سه این یک به توان سه میشه یک به ضرب در یک به ضرب در یک میشه یک اگه بگیم یک به توان پنج هم یعنی یک به ضرب در یک به ضرب در یک به ضرب در یک به ضرب در یک باز هم ضرب در یک تو جواب یک در میاد یعنی اول یک چه توان سه بگیره چه توان پنج بگیره چه توان صد بگیره جواب هم یک در میاد ولی اگه ما یه عدد دیگه مثلا پایه ما به داره یک بشه یه عدد دیگه پایه ما بشه مثلا دو و قطعا دو به توان دو با دو به توان سه با دو به توان صد اینا با هم برابر نیستن دو به توان دو بشه چهار دو به توان سه بشه هشت دو به توان سه یه عدد خیلی بزرگ میشه
اون جواب حق میدن پس تنباوری دیگه هر کلام میدیگیره جوابش خود در میاد عدد یک هستش. بعدش رو سپنزیم به دوان دو مصابه با نو بیس پنزیم اصلا نادرسته سپنزیم به دوان دو مصابه با نو پنزیم نو پنزیم یعنی تواندو مال پنج نیم تواندو مال پنج نیست آخه اگه تواندو مال پنج باشه بس تو داخل پنزیم میذاشت سال یکی رو که تمومه من الان برای ساله یه نام منفی میذارم و دفعه بعد این پیام های علیکی نفرسته بذار من برش بذارم ساله نومانی منا و یه منفی برای ساله یه بذارم سر کن پویا ساله سالی یه نمره منفی الان من برش بذارم هر ساعتی یه بار میاد تو کلاس و کلاس یه بار میرسه میخوام برای کسی که یکم کلاس رو میشه موقع کلاس رو میکنم برای هم کتون میشه الان یه نمره منفی برات گذاشتم تو که کلاس که نمیگم اما هم میگم برو سلام هم هر نمیشه کنی برو من منفی برات گذاشتم راست راست جمع هر که اگر را قیام هایی بیرد بذاره من منفی برش بذاره و دست میشه بده خب ادام بده ادام بده بده افتخاری نه اعتبار در افتخاری هم قطع شد کلاس رو هم میگذن اینجوری افتخاری میگذن آه راست داده شد خب میفرمایید اون سه پنج سه به توان پنج به روی پنج گفتیم سه به توان به روی پنج توان مال سه هست مال پنج نیست اگر یک اصلاح کنیم بعد بگیم نو پنج یه جور دیگه میشه اصلاح کرده ای گفتی درسته امیر رضا امیر رضا فارسی داره فارسی رو ما رو میده بله میتونیم سپنجمی که قبل از مساوی در داخل پرانتز بذاریم تمام هم بذاریم بیرون پرانتز درسته امیر رضا امیر رضا فارسی هم درست میده یه پرانتز بذاریم دور سپنجمی که قبل از مساویه بعد تواندار بذاریم بیرون پرانتز خب بعدش چون بود افتخاری به طوان دو مصاری با دو به طوان پنج نه اصلا نادرسته کاملا نادرسته این قابل اصلا نیست باید کل ساختارش عوض کنیم یعنی پشت مصاری باید نیستیم پنج زرد باید پنج یا بیست و پنج پنج زرد باید پنج یا بیست و پنج برای آخریش سه چهارم به طوان دو مصاری با نو چهارم اصلا این نادرسته بله این هم نادرسته بعد چند چه میدهش؟ وردیش سه چهارم به توان دو جمعه نو شونزه هم نو شونزه هم سپرانتز هم اگه ما این کار رو بکنیم چی؟ قبل مساعده پرانتز بعد توانه رو داریم بالای سه وقت بعد هم درست شد نه؟ توانه رو داریم بالای سه پرانتز هم بعد داریم وقت توان بالای سه بشه سه به توانه بشه نو چهار هم به توان نداره پرانتز که نداره چهار هم باقی میمونه برای مرسش احسن خوبه و اما ملایی یعنی اثر ملا
اولی خب معلایی هم نه استاد ایوب ایوب ابوالفضل صابر ابوالفضل ابوالفضل هم پاسخ نمیدم پس کشفی علی اصغر کشفی اقتداری علی آقا سلام صدا میاد؟ سلام عزیزم بله صدا خوبه بفرمی سال سه را بخون چهار را تساوی ها را کامل کنیم آقا اولی آقا چهار تا آس یعنی آقا میشه آ به توان چهار بله آ میذاره توان چهار هم بارسته باشه خیلی خوبه آقا بعدی آقا بی به توان سه آقا سه بار بی رو در خودش ضرب میکنیم یعنی میرسیم چی؟ آقا بیه ضرب در بیه ضرب در بیه باریکلا آقا آخری آقا می نویسیم آقا نوشته آ آ بی به توان دو آقا جوابش میشه آقا آ به توان دو آقا زیری میشه آقا بی به توان دو خب که گسردش کنیم میشه آ بیام ضرب در آ آره اینجوری بهتره پس دو تا ترس میکشیم بهشون زرد میذاریم برای وقتی ما داریم پرانتز باز آبیان به توان دو یعنی حتی ترسیم زرد در حتی ترسیم یا ترس آبیان دوباره ترس آبیان پس آبیان آبیان دو بار برم دو بله بعدش برو بخوره آقا اینجوری نمیشتیم آقا نمیشته آقا آزرب در آزرب در آ آقا خطی که اصلی بی یعنی آقا میشه آقا به توان سه بی به توان یک آزرب در آزرب در بی میشه بالا تو سه بار آقا هست آقا به توان سه مقرد چون یه دونه هست بی به توان یک نام بی خالی بر بی خالی که نام برچه برو آقا بعدی آقا گفته آقا ایکس ضرب در ایکس آقا ایکس به توان دو خیلی خوبه آقا بعدی آقا میشه وای بله وی ایکس به توان دو با بله با بکره آقا ایکس توی قرارت دواره قرارت توی با به آقا ایکس برای این کار یه قرارت با میدونیم توان دو رو میزنه داره سرش حالا یکی از این نباره داخل قرارتون بایی بیلانی سیم داریم احسن برشان به خود تا ارتباط داریم آقا بعدی آقا گفته آبی به توان دو آقا میشه دو تا آبی آب آبی زن بدن آبی آبی بایی آقا بعدی میشه آقا ایکس آقا ایکس سه تا ایکس آقا میشه ایکس به توان سه آقا هشتا وایه آقا میشه وای به توان پنج بله تعداد ایکس ها در بالا سه تا است میدید سه به توان سه تعداد واقعی پایین پنج در انزار است این وای به توان پنج خوبه خیلی خوبه احسن ممنون نظر خیلی خوبه و اما سوال بعدی سوال بعدی رو خودم میخونم
میگه در تکثیر سلول ها هر سلول به دو سلول تقسیم میشود. دوباره هر کدوم از سلول ها خودشان به دو سلول تقسیم میشود. یعنی یه چیزی شبیه تغذیه هست. نگاه کن اینجوریه، میگه ما باوردن در سلول ویروس ها همه اینجوریه، ویروس ها، میکروب ها. برای شما یه دونه مثلا سلول دارید تقسیم میشه به دو سلول. خب یه سلول این درست میشه، یک دیگه این درست میشه، دوباره یه سلول میشه دو تا سلول، یکی هم دوباره میشه دو تا سلول، دوباره این سلول دوباره تبدیل میشه به دو تا، دوباره این هم تبدیل میشه به دو تا، یکی دوباره تبدیل میشه به دو تا، این هم تبدیل میشه به دوتا. و همینطور دوباره یکی تبدیل میشه به دوتا، این هم تبدیل میشه به دوتا. دوباره یکی هم همینطوری، این هم همینطوری، یکی هم همینطوری، این هم به همین تبدیل. دوباره برای من همین شما نگاهتان این سلول اول بود، این هم شد سلول دوم، این هم شد سلول سوم، این هم شد سلول چهارم، این هم شد سلول پنجم. درسته؟ که سلول اول ما اینجوریم، این دو دوران صفر، دو دوران صفر یعنی برابر یک سلول، این هم بعدیش میشه دو دوران یک برابر با دو تا سلول، یک دو تا. بعد اینجا میشه دو دوران دو که دو دوران میشه یک دو سه چهار تا سلول. بعدیه که دو دوران سه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، دو دوران برابر هشت. بعد اینجا دو دوران چهار که این برابر با شانزده، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هست. آیا در از شما تو مرحله سیاه چند داشته؟ نکن؟ یه اصلا من اشتباه داشته، اون مرحله سفر من اشتباه داشته، این چه کار میداشته؟ این میشه مرحله سفر، این میشه مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سفر، این مرحله چهار، این میشه دو دوان چهار. حالا مرحله پنجمش که مارسی میشه دو دوان پنج، مرحله دوم میشه دو دوان در. به همینجوری ادامه دارد. حالا درجه را کامل بکنیم، میگه مرحله اول مرحله تقسیم، یکی نوشته تعداد سلول میشه دو تا، میشه مرحله اول این مسئله دیدی به دومی، اون مرحله سوم، بعد مرحله اول دوم سوم بعد چهارم. خب حالا شما برنگه مرحله اول، مرحله اول تقسیم تعداد سلول ها دو تاست، میشه دو به توان یک، من این برد توان شما نوشم این برده کنیم. بعد مرحله دو بینن نباشم. خب حالا مرحله دوم میشه دو زرد در دو، میشه دو به توان دو. مرحله سوم میشه دو زرد در دو زرد در دو، یعنی سه بار دوباره در دو زرد در دو، دو به توان سه. مرحله چهارم میشه چهار بار دو رو در دو ضرب میکنیم، میشه دو به توان چهار. مرحله هفتم اون سه نقطه ادامه داره، اینجوری هفت بار دو رو در دو ضرب میکنیم، میشه دو به توان هفت. حالا مرحله نهم دو بار n بار، اگه دو رو به n بار میسی دو در این سیدار میشه دو زرگ، دو زرگ، دو زرگ در سه نقطه. حالا زیر آن میشه چی؟ n بار، n بار، یعنی n بار n در عددی دیگه، یعنی نشان دهنده عدد رو تو جهت بودا ام بار، یعنی به یک تعداد، حالا تعداد چند تا فلان میگه،
صد بار، هزار بار، دو هزار بار، هر چی میتونه باشه که جواب آسان میشود دو به فرام ام، دو به توان اشتباه نمیسید، دو اینا دو به توان بفرده درست نمیسید. و اما صفحه بعدی تنبیری یک تنبیر را تو دفتر زمین چی بکشید بنویسید. صفحه 88 محاسبه عبارت های تواندار، ترتیب انجام عملیات را در دوره درستان آموختیم. ترتیب ترتیب عملیات بود من نوشتم رو تخته، بودیم اول زر، اول پرانتز، بعد زر تقسیم، بعد جمع ترتیب بودا. حالا این کتاب اومده یه دوره دیگه اضافه کرده، گفته پرانتز با توان، پرانتز با توان شماره یک و دو گذاشته. شما میتونید در واقع یک و دوش یکی حساب کنید، ولی دو تنبیه یکی نداره بازن. پس اول پرانتز بعد توان، شاید بنظر من توان بعد جلو پرانتز میذاشت. اگه توان جلو پرانتز میذاشت هنوز با بهتر بید، اشکالی هم زیاد نداره، زیاد مهم نیست. خب حالا میگه که با کامل کردن مراحل محاسبه عبارت بله، با کامل کردن مراحل محاسبی عبارت همچنین ترتیب عملیات به نحوی نوشتن راحت توجه بکنید. خب حالا یه عبارتی برای ما نوشتن دو ضرب در چهار به علاوه ده برای نو و بهش علامت منها بذارید که کتاب چاپ نشده درستش بکنید. بین نو به توان دو و پنج به توان دو علامت منها بذارید تا همه مثل هم باشن. من هم این رو تخته می‌نویسم چون این یه ناقصه تا اشتباهتون برطرف شه، یه وقت بچه ها مثل هم نمیشه و همین یک نواخ میشه. بعد این نوشته واسه اون دو زر در چهار بلاوی در مخرجان نو به توان دو به پنج به توان دو. بکنم اینه به اینا شما خودتون علامت تحقیق بگذارید. حالا محاسبه رو انجام میدید. خب بالا آمده نکته خط تصویر زر بدر این چهار برای در اومدی یه جاهایی گذاشته، شما منها بذارید به جاهایی دیگه. خب اینجا شما کار بکنید به در کارا از اون دری که این دومون رو نوشته، چهار هم نوشته، فقط دو رو هم نوشته ما میزنیم زرش میده، دوی که نوشته رو هم دو میزنه بشه. بعدش حالا نو توانه رو درست داریم، نو رو هم از زر میکنیم میشه اشکار رو یک، پنج هم دو رو از زر میکنیم میشه بیست و پنج. حالا مساوی خط کسری با اولویت با جمع یا با فرق بچه ها و حتما همه بچه ها دارن میگن اولویت ما وقتی من دارن دو در بچه ها بلاوی در اولویت با فرق وقتی دو چهار در هم زر میکنید میشون هشت برای او در هم کنیش پایین هم هشت و یک به بیست و پنج در هم میکنید. اگر از هشت و یک پنج بره میشه پنجا و شیش دار که جواب ما برابر میشه با هیجدن پنجا و شیش دار. حالا هیجدن پنجا و شیش دار ببینیم سایه رو ببینیم، هر دو بر دو بار حساب کردنه. اگه من این بر دو تقسیم کنم سایه کنم دو این بر دو باشه بیستا هشت، جوابش نو بیستا. قبلا بعدیش عبارت بعدی گفت دوه
نقطه دو ضرب داره، سه به توان دو، دو ضرب سه به توان دو، منهای پرانتز دو به توان دو برابیه دو بعد مساویه. خب اینجا اولویت با توان پرانتزه، پس من کاری بیگوه ندارم، اول بعد برای سه به توان دو رو برسه دارم، این پرانتز رو باید برسه دارم همزمان، پس این دوره ما میزنه ضرب دارم. حالا سه به توان دو رو حساب کتاب میکنیم، حساب کتاب سه به توان دو، این سه به توان دو یعنی سه ضرب دسته میبریم چی اینجا؟ نو الان تو مهنه ها پرانتز با میکنیم، حالا دو به توان دو رو به دست میاریم که دو به توان دو میشه چهار، به علاوه اون دوی داخل پرانتز خودش این دو داخل پرانتز خودش ها به جای این دو به توان دو میشه چهار. حالا من میخوام جواب این عبارت رو به دست بیارم، ترتیب بندی اولویت، اولویت با پرانتز، خب پرانتز چهار دو میشه شیش، این هم دو درجه دو دو درجه دو میشه هیجده، منهای دوام شرانزه که شیشه، هیجده منهای شیش برای را درسته به مقدار را درسته. عبارت آخرش گفت خط تصمیم با بر برابیه پرانتز هشت منهای شیش برابیه نه برابیه ضرب بر چهار صورت است مخرجم دو توان پنج برابیه سه توان. خب حالا ترتیب عملیات میگه بالا اولویت با پرانتزه، خب پرانتز که رو دارم این جواب پرانتز چه دو ترتیب سر به اضافی دو به اضافی دو زرگرش ها که اینجا عدد ده به مثلا بشن ده را میرسی بالا رو میزاری جواب پرانتز رو میزاری اینجا جواب پرانتز شد چند؟ شد دو، شد دو. حالا نمی میخواد یه گام اضافه بینیم همینجور نوران در رفتار رو کنیم، همینجور من اگه نوران در رفتار رو کنم که نور شاید دو سی با شیش رو که در آنی سی با شیش. حالا محفظ هم دو توان پنج سی و دو برای سه توان پنج هم میشه دویست و چهل و سه. حالا این بابا ده به ارامی دو میشه دوازده، ده به ارامی دو دوازده، دوازده به ارامی سی و شیش میشه چرا؟ هشت. این بار هم به هم که چند بزنیم؟ خب سه به دو میشه پنج، چهار دو میشه شیش، اونم سه باشه، چهار سه میشه هفت، هفت اونم سه میشه سیصد و هفتاد و پنج، چهل و هشت سیصد و هفتاد و پنجم جواب داده. برابر تقسیمه آن برای برابر این تقسیم من که برابر میبینمش چشم من ضعیف آقایی من دارم چکار میکنم. خب باشه اون حالا اینجوری تقسیم برات میذارم، اگه تقسیم باشه دارا فرق میکنه دیگه، داره تقسیم میذاره برات دیگه. خب اگه تقسیم اینجا باشه، اگه اینجا الان تقسیم باشه برای اینکه خط تقسیم ده تقسیم بره جواب پرانتز شد دو برابر سی و شیش، مخرج هم میشه سی و دو برای دویست و چهل و سه که حالا بالا اولویت با تقسیم یادن قطعا میگی تقسیم، خب در تقسیم مخرج میشه پنج برای سی و شیش، پایین هم میشه سیصد و دویست و هفتاد و پنج که جواب برابر با چهل و یک برای سیصد و هفتاد و
بیلی فردا را اگه اینطوریه باشه من دستاش کردم و من دستبان اینه بعد میبینم که میگه گفتم که چیزی ما ضعیفه علامت تقسیم ها و جمع های کتاب خیلی به هم نزدیک هم اشتباه میشه گرده. خب حالا سوال شماره یک کتاب رو یه نفر دیگه یکیشو پاسخ بده و دیگه کلاس تعطیل میکنیم. خستم شده بیشتر از این چیز نمیکنم. امیررضا فارسی استاد صدا میاد؟ بله. خب اولی از سمت چپ. خب گفته دو به توان پنج جواب میشه 32. 32 رو میذاریم به علاوه 3 به توان دو که 3 به توان دو میشه 9. خوبه؟ در جمعش کلن میشه 40 و 1. دو به توان پنج باز میشه جواب 32 و باز ضرب داره 3 به توان دو ببینیم که جواب 3 به توان دو میشه 9. حالا ضرب داره هم بکنیم جواب میشه بله بچه ها ۲۸۸. بله بچه ها همه دارن اقتداری پاسا شکاری امیرحسین امیری گندم ریزی چکید خون کورش اکبری شاهین حامدپور اسلامپور متینفر. بله هم خیلی دیگه بیاد شد دارن هم پاسا تو میدن خیلی خوربایی کرده. دو به توان پنج منای سه به توان دو هم بیرون. خب میشه جواب میشه 23 ولی حالا 2 به توان 5 میشه 32 منهای 3 به توان 2 که جواب میشه 9 منهای هم میشه 23. 23 بله. بعدیش خب 2 به توان 5 میشه 32 تقسیم بره 8 برابر با 4. باری کلا همین بچه هم من دارم پیامایی که میفرستن برای من همه دارم پاسخ درست میدم خیلی خوبه. بعدیش یک دوم به توان دو جوابش میشه چون داخل پرانتزه میشه یک چهارم یک چهارم هم بلاوی سهشتم و هشتم که مغزر از مشترک میخواییم بگیریم میشه هشت لحظه اونجا میشه پنج هشتم. خیلی خوبه. با من هم آره برای اونه که دخونه ممکنه محضر مشترک آرده باشن توضیح بدن آبادان هست یک بابان تو پرانتز به دوان رو برداری یک هشتان. خب اینکه برداری میذاریم یک هشتانی خودشه. حالا به جایی یک دوان به دوان رو دیدیم یک دوان زر بگرم یک دوان به جایی نام یک دوان زر بگرم یک دوان که یکی میشه یکی دو دوتا چهارم میشه یک چهارم. حالا این دوتا هم دو ترسی که مرکزا برابر نیست باید بیدیم مرکز مشترک بگیریم خود هشتانی میدید این چهار در بلد دو شده شدن یک هم برگرد دو بکنید بلد هم دارید این هشت برگرد یک شده این هم برگرد که آره دوی بلد هم دارید این چه سه هشتم. نه استاد به جای اون چی به جای یک هشتم نبود اون سه هشتم باید که سه هشتم بداشه باید این سه هشتم این هم چه چی سه هشتم این هم چه سه دیگه پس سه دو میشه پنج هشتون. خب اشتباه من دارم نگاه کتاب نکردم. بعدیش خب خواهید دو پنج به توان دو منهای پنج زب در ده پنج به توان دو جواب میشه 25 منها رو میذاریم پنج زب در ده میشه ده پس 25 منهای ده میکنم یه پونز پنج به توان میشه پنج زب در ده میشه 25 منها میذاریم پنج زب در ده هم میشه ده کم میشه پونزه پونزه. بعدی پنج دوم به توان دو جواب میشه استاد 25 چهارم پنج دوم به توان دو منهای چیه من درست اشتباه نکنم منهای دو انجام به توان اولی چند میشه اولی 25 چهارم بر پنج دوم برابر میشه پنج دوم ضرب بر پنج دوم صورت در صورت مخرج در مخرج میشه 25 چهارم منها بینشون اینم دو پنجم در دو پنجم دو دو تا چهار پنج پنج تا
هفتاد بیستا حالا مقدر مستنده به این نار میشه اهلی سر دنی رزا بله خب حالا میگیم چهار چند برابر شده شده سر بیست پنج برابر خب بیست پنج هم بیست پنج برابر میکنیم میشه ششصد و بیست و پنج منها میذاریم این بیست پنج چهار برابر شده چهار هم چهار برابر میکنیم میشه شونزه که جواب برابر میشه با مخرج سر ششصد و بیست پنج شده که شونزه ازش بره میشه 600 اشتباه کنم 11 درست بشن؟ بله نوزد بچه بوده 6 600 و 9 600 و مدید؟ 9 میشه؟ آره 600 بعد هم بکنم بیچه رو بکنم 600 اسپنی منهای 16 خب این میشه 15 تا این میشه یکی شیش از پونزه نو تایی دیگه سه بعد درست میان شیش صدا نو صد صدا خب بعدیش هم بگو بعدیش میگه یک دوم به علاوه یک دوم به توان دو به علاوه یک دوم به توان سه حالا دوم که خودشو میدونیسیم به علاوه یک دوم به توان دو میشه به علاوه یک چهارم مساوی می‌ذاریم یک دوم خودش رو می‌نویسیم یعنی یه دوم این میشه یک دوم ضرب یک دوم این میشه یک چهارم به علاوه این هم یک دومی می‌خواد میشه یک هشتم حالا معقول مصرح به این هشت میشه خب دو تا هم برابر شد شده هشت چه هفت هشت جان چه هفت هشت نفرم دو میگید که بله من انجامش میدم دو چهار برابر میکنیم چهار برابر میکنیم این چهار دو برابر میکنیم دو برابر میکنیم یه هشت یه برابر میکنیم یه برابر که جوابش هر درست هم بود خب تموم شد یا نه؟ نه چرا اوزا دو تا دیگه دو تا دیگه بگو دو به توان چهار میشه دو رو چهار بردم در خودش بکنیم دو به توان چهار من میشه منهای سه به توان چند؟ منهای سه به توان سه به علاوه یک به توان پنج خب حالا بگو دو به توان چهار چون جوابش میشه شونزده شونزده منهای سه به توان سه میشه سه تا نقطه سه نقطه بیست و هفت بعد میشه بیست و هفت به علاوه یک به توان پنج که جوابش میشه یک یک هفت آنگیه میشه یکی حالا میگه که شونزه منهای بیست و هفت میشه یازده منفی جواب یکی همشه منفیه الان منفی بذاره دیگه اینو در ادم تنبیه منفی یازده حالا منفی یازده با حاصل یک برای آقا منفی ده منفی ده این هم جوابه این نباره آخریش هم ببود هم اون شده پنج به توان یک میشه پنج به علاوه یک به توان پنج که میشه یک به علاوه صفر به توان پنج میشه پنج به علاوه یک به علاوه صفر به توان هرچی صفر ما پنج بار برد بزرگ کنی میگه صفر باید برای سفر از یک هر دوانی بگیرن دراشون شو خودشون از جواب نهایی برابر هم خب تا نمیدید باشه انشاءالله تا وقت دیگه خسته نباشید فقط من حضوری ها رو کامل بکنم ممنون دست درده داشتم خب ظاهرن مثل که بله همه هستن اونه که بودن از اول بله هستن کسی جلسه رو بکر کرده خب برای همون چلو یک نفری که اول وقت داشتیم الان هم داره شد برای من قایلی رو یه بار دیگه کنم سید حسین امیری جواب جاوید باقری شاهین محدثی بعد آرمین اسفندیاری علی اقتداری اومده بود دیر اومده بود من حاضرشو میزنم علی رو دیر اومده بعد شاهین حامدپورم چیز حساب محمدپورم نیومده متاسفانه
شاید بودش بله حساب محمد خوبه من شروع کنم بعد اشیا حاضری که نیستش آورتر ستاری هم اومده بود دارم نه آشان میبینم بله ابوالفضل ستاری بودش دیگه هیچ ابوالفضل هست که فقط نه ستاری بودش من خودم صدر زدم بعد ستودنیا نیستش نه طاهری هم نداریمش ابوالفضل موسوی هم که نیستش متاسفانه نه ابوالفضل هستش براش ابوالفضل هستش ابوالفضل موسوی هم دیر اومدی ابوالفضل من الان تأخیر برسدم هم خب بقیه دیگه بودن خسته نباشید تا وقتی دیگه خدایا رو نگهدارتون خسته نباشید خدا ممنونم خدا خدا